به نام خدا، در خدمت شما هستم با قسمت دوم گفتگوی خودم با سید مجید حسینی. ممنون از شما که تا این وقت شب با ما همراه بودید و بیننده و شنونده این گفتگو هستید. تشکر میکنم. من واقعا خدا رو شکر میکنم که تو این بحث ها وقتی که به هیجان میام انرژیم با من همکاری میکنه، چون واقعا قبلش بعضی وقتا خیلی نگران میشم بابت وضعیت سینم و ریه‌ها و اینا، و میذارم به حساب امدادهای الهی بیشتر که این گفتگوها داره رخ میده. ممنونم از امدادهای غیبی که در این فرآیند با ما همراه هستش. منتظر سید مجید حسینی هستم. سید مجید حسینی آقا، در خدمت شما هستم. بله. قسمت دوم گفتگو خوش اومدید. ببینید که من ذاتاً بعد کار اجرا رو انجام بدم دیگه، یعنی آره یه ذره چیز دیگه، میدونی دست خود چی میگن، اجرای دست چی میگن، دست بیقرار اجرا. قرار اجرا دقیقاً. الان شما مسئول اجرا نیستی، ولی خب به هر حال باش. آره دیگه، یعنی رگولیت شده تو نهادی. خب عرض می‌کردم که داشتیم در مورد مفهوم چپ مسلمان صحبت می‌کردیم. بله، من عرض می‌کردم که ما امروز، شما از کلمه تبعیض استفاده می‌کنید و عدالت‌خوا میگن تبعیض. تبعیض و امروز، حتی این رو هم بگیم که مثلا تا شاید 2-3 سال پیش استفاده از مفهوم تبعیض حتی برای کارگرها هم عجیب غریب بود، یعنی سخت می‌شد درباره مفهوم صحبت کرد. ولی امروز اگر بخوایم درباره تبعیض صحبت بکنیم، تبعیض رو ببریم توی بحث، یعنی تبعیض فقط حوزه اقتصاد رو که نمیگیره، حوزه فرهنگ رو میگیره، حوزه سیاست رو میگیره، و حتی تو حوزه های فرهنگ و سیاست تفسیرهای مختلفی میشه ازش کرد. مثلا خانمی ممکنه بگه که آقا من این حجاب، در حجاب با قرائت مسلط شما رو خب در نمیتابم، ولی همچنان میخوام تابع این کشور باشم و اینجا زندگی کنم، و او احساس میکنه به خاطر این قوانین داره مورد تبعیض واقع میشه. خب اصلا از همین مثال استفاده میکنم و بحث رو یه جای خطرناکتر ببرم. ما در مورد تبعیضی که درباره زنها رخ میده همچنان واجد یک ادبیات نیستیم، یعنی تا درباره تبعیضایی که به زنان رخ میده و زنان تجربه میکنن حرف میزنیم نزدیک میشیم، یعنی همونطور که ما رو متهم میکنن به کمونیست و مارکسیست بودن، اونا متهم میشن به فمینیست بودن. یعنی میخوام میگم که به نظر میرسه تبعیض وجوه مختلفی داره، و چپ بودن به این معنا که شما دارید ازش دفاع میکنین، مبارزه با تبعیض، اونم با هر ابزار و هر جنگی که در اختیار ما هست، اگه ما بخوایم واقعا با تبعیض بجنگیم، فکر کنم هممون بس سر از اوین در بیاریم صادقانه‌اش. همچین حسی نداری؟ یعنی ما انگاری که ببین فضای باز شد. ببین انگاری فضای باز شده که یه سری تو اینستاگرام صبح تا شب در مورد دولت روحانی که اصلا فوش دادن بهش هیچ هزینه نداره، و اتفاقا اصولگراها و جریان این طرف هم خوشش میاد که شما صبح تا شب به این دولت فوش بدی. شما صبح تا شب تو اینستاگرام بگو که دولت نیو لیبرال داره اون کار داره میکنه، اون کار میکنه، اون کار میکنه، اونم یا آفرین بگو تو اینستاگرام فالو جن. ولی به محض اینکه تو بری تو عرصه اون بگی که آقا مثلا این تبعیض و اگه میخوایم جدی درباره صحبت بکنیم، خب این سازوکار خیلی انحصاریه. انحصار روحانیت شما در قدرت داری. مثلا اینکه مثلا خبرگان رهبری، خبرگان رهبری صحبت میکنیم، رهبری که فقط فقیه نیستش که، رهبری کشور، من کامنت ها رو قطع بکنم، رهبری کشور ما سیاست خارجی رو حواسش باید باشه، اقتصاد باید اداره بکنه، یعنی باید اشراف داشته باشه به حضور. سوالت رو فهمیدم. ببین من این نکته رو عرض بکنم، تبعیض مسئله اصلی ماست، خب اما تبعیضات چند جوره. خب آن تبعیضی که مرکزی تره، آن تبعیضی که همه بقیه رو میتونه بسازه، خب یعنی مثلا فرض کن میتونه تبعیض فرهنگی رو بسازه، میتونه تبعیض سیاسی رو بسازه، میتونه تبعیض زنان هم بسازه، اون تبعیض اصلی فقره. خب. نه لزوما، گوش کن عرضمو بکنم. یعنی نگاه کن، مثلا شما فقیری، مدرسه غیر انتفاعی نمیری، وقتی مدرسه غیر انتفاعی، یعنی مدرسه خوب نمیری یا درس نمیخونی، وقتی مدرسه غیر انتفاعی نمیری نمیتونی بری پزشک بشی، وقتی پزشک نمیشی نمیتونی پولدار بشی، وقتی پولدار نمیشی نمیتونی مجلس بری، وقتی مجلس نمیری نمیتونی رئیس جمهور بشی، وقتی رئیس جمهور شی. ببین همین این بازیه یه کور داره، این کوره فقره،
و فرصت‌هایی که فقر تولید می‌کنه و فرصت‌هایی که برابری اقتصادی تولید می‌کنه، این است که حضرت میگه که کاد الفقر ان یکون کفرا، یعنی اون فرهنگه اتفاقا اگر فقیر وجود داشته باشه، خب فرهنگم بی‌معناست، یعنی دینم اینجا بی‌معنا میشه. ببین یه تعبیر از حضرت علی دیدم، میگه میخوای کافر کنی کسانی رو، فقیر کن. خب من حالا شما اینجا واسه بگو نه، ببین ما بریم یه تبعیضات چیز هست، یه تبعیضاتی هست که ما برای اینا بچی مسجد نساختیم، مسجد برای اینا بسازیم، اینا نه عزیز من، اول باید این نون بخوره، این باید نیاز حیاتیش تامین بشه. اسب حضرت عباس هم وقتی میخواست بره کربلا اول باید یه کاجوی بهش میدادی، وگرنه تو راه میافتاد، نمیتونست بره جنگ. خب اینجا فقر یک تبعیض مرکزیه که تو را از آموزش، از درمان، از سیاست، از همه چیز باز میداره. خب ممکنه تو بگی که آقا اینایی که فقیر نیستن دچار تبعیضاتی هستن، خب تو راست میگی، خب ولی اونها هم بخشی از تبعیضاتشون مطرح میشه که ربطی به سرمایه نداره. یعنی چی؟ مثلا مسئله زنان. الان آقا برای زنان در ایران بجنگیم، همه مسئله چیه؟ آقا زنان چرا نمیذارید رئیس جمهور شه؟ خانوما چرا نمیذارید برن پست بگیرن؟ چرا نمیذارید مدیر کل بشن؟ چرا آزادی های زن؟ خب عزیز من 1.5 میلیون زن سرپرست خانوار اینجا، مگه زن نیستن؟ مگه تو بازی فمینیسم نیستن؟ خب مگه فمینیسم نباید از اینام دفاع کنه؟ خب تو این رگولیشن های دولت اینا دارن از گشنگی به تنفروشی میرسن. خب چرا رئیس جمهور شدن مهمه؟ رئیس جمهور شدن زن مهمه؟ این 1.5 میلیون زن مهم نیستن. خب چرا دختر آبی مهمه؟ که مهمه ها، من نمیگم مهم نیست. ببین من نمیگم تبعیضات بر علیه طبقات بالا هم درسته، نه نه نه، به اونام باید فکر کنیم، اصلا غلط نیست. خب اما 9 تا دختر اینجا میسوزن، خودسوزی میکنن تو دیشموک، چون مال اون طبقه نیستن، فمینیستا حرف نمیزنن. خب اما به محضی که یک دختر به خاطر استادیوم چیز میگه، فمینیستا دیوونه میشن، به سطح بین المللی میکشن. من میگم آقا ببین، میگم اگه طرفدار حقوق زنی، خب دیدید تو نظام خانواده، آقا حق طلاق رو بدید به ما، حق خروج از کشور، خیلی خوب، اینا مهمه. خب اما مهمتر چیه؟ مهمتر اینکه لحظه‌ای که میگه آقا این زن تو خونه زحمت میکشه، پول بچه‌داریشو بده، خب اونو بده، این دعوا میشه. خب کسی حاضر نیست در موردش حرف بزنه. خب هر جایی که تبعیض منطق سرمایه میخوره بدتر از سرکوبه. ببین سرکوب دو جوره، یکی که طوری بگیرن ببرن اوین، خب یکی این که اصلا جوری سرکوب بشی که صدایی و گفتمانی نداشته باشی. خب مثل چی؟ تو میگی آقا در انتخابات اصلاح طلبا رو رد کردن، پس این تبعیضه. من میگم نه، میدونی چرا؟ اصلا اصلاح طلبا که هیچی، نهضت آزادی، سکولارا، مکولار، اصلا هر کی داری تایید میکردن، نتیجه انتخاب همین بود. میدونی چرا؟ چون گفتمان آلترناتیو نبود، به اصلاح طلبان به مشارکت چیزی اضافه نمیکردن، چون گفتمان آلترناتیو اعتماد میسازه، به هیچ کدوم از اینا اعتماد نبود، به توی فعال اجتماعی هم اعتماد نیست. خب این اعتمادی وجود نداره اینجا، سرمایه‌ای وجود نداره در سیاست، و تو گفتمان آلترناتیو رو به مدد سرمایه حذف کردی. ببین چجوری حذف کردی؟ 1000 تا دادار دودور در مورد شفافیت میشه، خب ولی در مورد مالیات بر خانه های خالی، CGT، PIT، اون بخشی که ربط داره به این که تو بری از این بگیری بیای بری بچه بلوچستان مدرسه بسازی، خب اصلا اینجوری بگم، 1000 تا تخلف تو مال بکن، خب برای ساختن یه مال عظیم در تهران 1000، اگه هیچ کدوم از این رسانه های طرفدار شفافیت گفتن، میدونی چرا؟ چون آگهی میده به همشون. خب یعنی ببین سرکوب دو جوره، یه جور اینی که تو میای میگیری، خب یه جور اینی که تو میری میخری. اتفاقا لحظه که میخری سرکوب خیلی سنگین تره. چرا؟ چون دیگه اصلا رسانه‌ای در مورد اون 9 تا دختری که تو دیشموک سوختن حرف نمیزنه که بگیرنش یا نگیرنش، از حرفی زده نمیشه، از اون آدم حساب نمیشه، در مورد اون کوله بره آدم حساب نمیشه. من رفته بودم مریوان به این کوله بره فیلم میگرفتم با موبایلم لایو، گفت آقا میشه نگیری؟ گفتم چرا؟ گفت آقا ما رو ببینن هستیم کارمون از اون میگیرن، نمیذارن با کوله بری کنیم، از گشنگی میمیرن، یعنی صدا نمیخواست. ببین این که خیلی سرکوب بدتریه که تو اصلا صدا نمیخوای،
اصلا صدا داشتن به ضررته، اصلا دیده شدن به ضررته، میدونی؟ کسی که داره قاچاق بنزین میکنه الان دیده شدن به ضررشه. من میگم ما یک تبعیض مرکزی داریم، خب چون تبعیض توسط سرمایه و ثروته، همه چیز پولی شده، خب همه چیز ثروت شده، کل با چیز. اینجا نقطه اصلی نولیبرالیسم همینه، کل روابط انسانی مبادلاتی شده، مبادلاتی مبتنی بر بازار. خب این است که لحظه که تو از بازار میفتی بیرون رسما سرکوب میشی. سرکوبم اوین نیست، اصلا صدایی نداری. 2.5 میلیون بچه تو کشور مدرسه نمیرن، یکی سرکوب بزرگتریه. 2.5 میلیون خب، ولی صدایی دارن؟ نه، چون سرمایه داره سرکوب میکنه. نابرابری، غیر انتفاعی. ولی گوش کن، این حرف تو رو قبول دارم. من مخالف همه تبعیضاتم، خب ولی طبقه بندی میکنم، میگم اون چیزی که اصلی امروز منطق تبعیض ثروته و دسترسی به فرصت های ثروت که قدرت هم میسازه، که سیاست هم میسازه. شما الان این همین دوستان که صدا سیما هستن و اینا، ببینید تو توییترش داره به رهبری فوش میده، خب صدا سیما داره برنامه میسازه. خب اگه منطق تبعیض سیاسیه، این چجوری داره صدا سیما برنامه میدونی چرا میسازه؟ چون تهیه کننده پولداری میتونه تو مناسبات هست، اصلا یادشون میده که آقا شما این داره به رهبری فوش میده، چیکارش نداریم؟ چرا کارش نداریم؟ چون تبعیض اصلی اینه، این بازیه که تو اگه سرمایه داری، که اگه تهیه کننده هستی، که پول داری، میلیاردها میلیارد میتونی برنامه پخش کنی در صدا سیما، خب و اونجا رانت بسازی. خب ببین، جالبه، هیچ سخنی از من در صدا سیما سانسور نشد مگر حرف زدن علیه مافیای کنکور، خب که امسال 450 میلیارد تومان یه مؤسسه‌اش رفته با صدا سیما قرارداد بسته. من سوال ازت میپرسم، مگه مافیای کنکور به لحاظ سیاسی کیه؟ ها؟ مثلا چه ربطی داره به اون جناهای مثلا به لحاظ سیاسی که اهمی، ولی چرا خط قرمز صدا سیماست؟ خب من میگم این اصلیه. خب من ببین، من به لحاظ سیاسی تو صدا سیما حرف زدم دیگه، خب هیچ کنا گفتی. خب مگه زیبا کلام صبح تا شب سر تا پا نظامو نمیشوره؟ ها، واسطه اونجا قشنگ شروع میکنه پالا تا پایینو میشوره دیگه، چرا کارش ندارن؟ خب ولی زیبا کلام بیاد در مورد مافیا حرف بزنه، خب اصلا صدای دیگه نخواهد داشت، یعنی روزنامه‌ها باش مصاحبه نمیکنن، اصلا کسی دیگه باش مصاحبه نخواهد کرد که اون صدایی داشته باشه که با مافیا مبارزه کنه. اصلا نخواهد. از ام بی سی پرشیا تا خبر آنلاین تا فارس میزننش. خب این سرکوب بدتریه، چون رسانه هم خریده، اون مال سازه رسانه رو از چپ تا راست خریده. خب این سرکوب بدتریه که تو الان باز تعالی مال سازه حرف بزن، خب ببین کدوم رسانه منعکست میکنه، از خفت میکنه. خب ولی علیه آخوندا حرف بزن، خب یه 50% رسانه ها پشت میان دیگه، 40% رسانه ها پشت میان دیگه. یعنی این یه صدایی داره، یه زیبا کلامی هست، یه بی بی سی میزنه، اما بی بی سی علیه مالا و مافیا حرف زنه هیچی نمیگه، فارس هم نمیگه، هیچ کدوم نمیگه. خب این ببین، اون سرکوب فیزیکال اونقدر مهم نیست که این سرکوب کاملا پنهان خیلی بدتریه. خب و من فکر میکنم شجاع اونه که حاضر باشه آبرو بده، تا اون که اون که بالاخره میره اوین، تو یک دسته هم میگن دمش گرم رفت اوین دیگه، اون یه آبروی هم تو اونا پیدا میکنه. خب ولی مسئله این است که شجاع اینه که آبرو بده برای که شرایط عوض بشه، و اتفاقا اگه دو جلوی مافیای سرمایه بیستی، آبرو تو میزنن. خب چرا؟ چون همه رسانه مال اوناست. خب طرف میگه من عدالت خواهم، برو نگاه کن، خب آمده توییت زده توی رسانه مهم عدالت خواهی، خب که آقا دستمزد کارگر باید کم بشه. تو چجور عدالت خواهی؟ خب چی به نظرت پشتش چیه که یه عدالت خواه میاد از کم بودن به ظاهر عدالت خواه؟ خب و یعنی گاهی فکر میکنم خود این پروژه عدالت خواهی بعضیا، حالا نمیگم همه، پروژه عدالت خواهیشون مال تثبیت همون بازی سرمایه است. اصلا آدم تعجب میکنه.
من از این که در یکی دو سال گذشته مفهوم سرمایه و تبعیض‌های معطوف به سرمایه اهمیتش برسه عمومی اومده، پررنگ شده و شما هم تأثیر داشتید در پررنگ کردن اهمیتش، از این قضیه هم خوشحالم، هم دفاع میکنم و میدونم که غیر از این شاید خیلی سخت میبود که ما میتونستیم این بحثا رو در عرصه عمومی جا بندازیم. یعنی به قول شما یک نوع اقتصاد سیاسی رو استاد ما دو تا چهار تا بکنیم ببینیم این رفتار پشتش اقتصاد سیاسی وجود داره و تو باید نسبت به اقتصاد سیاسیش آگاه باشی. ولی من همچنان احساس میکنم که، یعنی اعتقاد دارم که انقدر حوزه اقتصاد و فرهنگ و سیاست به هم دیگه تنیده شدن و تبعیض یک کدوم ضرب میشه در دیگری و یکی ضرب میشه در دیگری که خیلی راحت نمیشه اینا رو از هم دیگه تفکیک کرد. قبول دارم، من حرف تو قبول دارم. خب من ولی آره اینو من جواب بده، چرا تهیه کننده میتونه علی رهبری توییت بزنه با کارش داشته؟ نه اون چیز مهم نیست، چون اصلا من یه ذره مهمه این مهمش از این جهته که این بازی خودی خیر خودی چرا اونجا عمل نمی کنه؟ اتفاقا اونجا داره عمل میکنه، اون چون خودی محسوب میشه، چون با آقای فروغی دشم، پس خودی غیر خودی سرمایه است. نه فقط ببینید من اینجوری میفهمم، من اعتقاد دارم که هر جامعه ای، خب هیچ جامعه ای نمیتونه، هر هیچ تمدنی، حالا بگیم تمدن، یه ملتی، حالا هر چیزی بخوایم میتونیم اسمش بذاریم بگیم یه ملت، هیچ ملتی نمیتونه اوضاع خودش رو پیش ببره، خودش رو بسازه، مادامی که در تماس نباشه با یک خدا، خب با یک چیزی بزرگتر از اون چیزی که هست. خب حالا اون خداش میتونه به یه خدای من عقله، خب ولی اون خدایه باید بالاتر از این ملت باشه و در گفتگو باشه با اون خدا. هیچ تمدنی شکل نمیگیره مادامی که خدایی و یا خدایانی داره. به نظر من اینجوری میفهمم چپ مسلمان رو. اگر امروز جامعه ما مشکل داره، پر از مشکله، دلیلش اینه که ما به حرف خدامون گوش نمیدیم. این یعنی که ما در ارتباط برقرار کردن با خدامون دچار مشکل جدی هستیم. خب ما برای اینکه با خدامون حرف بزنیم چیکار میکنیم؟ خدا که با ما حرف زده، در طول قرنها اومده، زبان باز کرده و از طریق کتابها و پیامبرانها با ما حرف زده، پس انگاری از اون ور یک صدا داره میاد، هرچند که ما میتونیم رابطه رو دو طرفه کنیم. پس به نظر میرسه مشکل از گیرنده های ماست. خدا داره حرف میزنه با ما، در طول قرنها با ما صحبت کرده، ولی اون گیرنده هایی که ما داریم دچار مشکله. من چپ نو رو اینجوری تمدنی میفهممش در وهله اول. چپ نو به نظر من جریانی که در وهله اول یک سوال تمدنی داره درباره خیزش و شکل گیری تمدن ها و سوالش اینه که من به عنوان یک انسان خداپرست چه شکلی میتونم ارتباط خودم رو با این خدا برقرار کنم که جهان بهتری بسازم. اگر ما این آسیب شناسی رو قبول بکنیم که ما در شنیدن صدای خدا مشکل داریم، یعنی گیرنده هایی که ما در اختیارمون هست دوچار مشکله، این یعنی خانش مسلط از مذهب در ملت ما دوچار مشکله. و من اعتقاد دارم روحانیت سنتی به طور خاص حوزه علمیه خدای رو مد نظر داره، گیرنده هایی رو مد نظر داره که امکان گفتگوی ما با خداوند رو برقرار نمی کنه، چه بسا که راه این گفتگو رو بسته. من اعتقاد دارم همه تبعیض ها، مشکلات، فساد ها و بدبختی ها که در این کشور داره رخ میده مسئولش در وهله اول حوزه علمیه، چون این ادعا رو کرده و مسئولیت رو قبول کرده. هزار باری هم فرافکنی بکنه به یکی لیبرال ها اومدن، چپ ها اومدن، سکولار ها اومدن، غرب زده ها اومدن، نذاشتن، مشکل از اونجاست. شما دوستان خانشی از مذهب ارائه دارید میدید در 40 سال گذشته که امکان گفتگوی ما رو با امر قدسی نه تنها بسته، بلکه هر روز ما رو سکولارتر کرده، هر روز ما رو به زندگی دنیوی بیشتر آغشته کرده. یکی از مثالاش هم همین دنیا زدگی مطلق ماست و این مثالی که در سبک زندگی هم داریم میبینیم دیگه. حالا قبل از این گفتگو در مورد تطلب هم صحبت می‌کردیم، حالا شاید امروز بشه درباره صحبت کرد که این قصه تطلب هم از کجا میاد، شاید بتونیم در مرحله بعدی هم صحبت کنیم. به نظر من و خیلی نکته بامزش این هستش که قبل از انقلاب یک جریانی متولد میشه، جریان چپ مسلمان که یکی شریعتی، یکیش متحره، یکیش بازرگان، یکیش طالبانی، یکیش امامه، یک جریانی شکل میگیره که اینها راه رو باز میکنن برای شنیدن صدای خداوند.
و همون باز شدن اون صدا بود که به انقلاب ایران به نظر من منجر شد و یک انفجار در کشور ما رخ داد، یک انفجار تاریخی رخ داد. و من تا این لحظه با همه متافیزیکی که قول محور انقلاب اسلامی توسط اصولی‌گرا درست میشه موافقم، با تک تکش موافقم، ولی بعد از انقلاب شما لحظاتی رو میبینید که آروم آروم رابطه با خدا بسته میشه و استیت میشه خدای ما، مصلحت استیت میشه خدا. انگاری که ما دیگه گوش نمیدیم که خدا چی میگه، انگار گوش میدیم که مصلحت استیت چی میخواد. مصلحت استیت هم چی میخواد؟ امنیت خودشو میخواد، سرمایه زودگذر خودشو میخواد، بیلاشو باید بپردازه، زود باید قرضاشو بده، جنگم که از با اون بجنگه، لذا یه شلم شرواری به وجود بیاد و این و از اون و بالا و پایین و وضع موجود به نظر من نتیجه اونه. خب و در بطن این ساختار یه مشکل جدی به وجود اومده که توش انحصار وجود داره و انحصارم اصلیش همینه که فهمی که من از مذهب دارم فهم درستیه و فردا از همه باید این کارو بکنید و اگر کسی به حرف من گوش نده خدا شما که من از من مبارز، یعنی آقا جریان اصلیش هم جریان آقای مصباحی یزدیه و اون جریان قوی قدرتمند تو حوزه علمی قم که هر چقدر فرافکنی بکنم به نظر من مسئول این وضعیت هستن که البته شاخه شاخه شدن اشکال مختلف پیدا کردن. به نظر من چپ مسلمان امروز اگه بخواد درباره تبعیض صحبت کنه باید با انحصار بجنگه. خب و برای اینکه با انحصار بجنگه نمیتونه با عقل خودش تنها با انحصار بجنگه، باید خدا رو وارد بازی بکنه و وارد تاریخ بکنه. خب مسئله چپ مسلمان وارد کردن خدا به تاریخ. به نظر من خانشی که حوزویون و تشیع اصولی با این فقه و کلامی که دارن ارائه دادن به ما ورود خداوند به تاریخ رو بستن واسه من اینجوری میفهمم. و از این منظر نه تنها سیاست و اقتصاد و فرهنگ و تبعیض‌های معطوف به اینها رو در هم دیگه در هم تنیده می‌بینه، بلکه وظیفه جایگاه الهیات رو هم مهم می‌دونه. ما اگه صبح تا شب بیایم بگیم که آقا دولت نیولیبرال آقای روحانی، دولت نیولیبرال روحانی، خب بگو صبح تا شب بگو، خب ولی اگه نمی‌خوای در مورد مسئله پیچیده الهیاتی حرف بزنی اون وقت باید آقا میری رو تحویل بگیری، یعنی از یک افراد به یک تفریط برسی. خب حالا من درباره این جوان وضعیت جوان هم صحبت کردم و به تتلو اشاره شد. خب یه تیکه من بگم بعد وارد بحث. آره حتما. آره این خانش من. حالا آره شما من راستش یه جمله دارم بهت بگم و اون اینه که آقا میلاد بیا رو زمین، من به عنوان استاد علوم سیاسی خیلی خوشم میاد در مورد پروتستانتیزم و رابطه با خدا و کلیسا و آگوستینو وارد بشم بگم کلیسا چه کرد نسبتش با ما، از خیلی خوشم میاد سر کلاسم از این حرفا بزنم. خب ولی من اون چیزی که از خمینی امام میفهمم که ببین این عرفان بلد بود، فقه بلد بود، فلسفه بلد، اما او در لحظه‌ای که در درگیر وضعیت پابلیک بود اصلا ترجیح نمیداد در مورد ابن عربی حرف بزنه. او میگفت خدا کارگر است، خب ما هم انقلاب میکنیم برای اینکه چی؟ برای اینکه این وضعیت نابرابر و ظلمی که مردم دارن تو سرتون میذارن جمع شه. خب به مردم ربطی نداره که ما به عنوان نخبگان اون پشت بحثای تئوریتیکالمون با هم چیه. اون چیزی که روشنه الان یه چیزیه، اون این است که ما باید توضیح بدیم به عنوان اکتیویستا چجوری میخوایم با تبعیض مبارزه کنیم و بهترین راهش اینه. شما ببین من خیلی دوست داری وارد یه بازی بشی که او بالا تو آسمون شکل میگیره، بعد یه ادم بیان باید بحث کنن که بگن آقا اقتصاد اسلامی داریم، اقتصاد اسلامی نداریم، بعد اونا بگن داریم، اینا بگن نداریم، خلاصه بریم تو یه بحثی که الان 20 سال اینا با هم درگیرن که اقتصاد اسلامی داریم، اقتصاد اسلامی آقا جان ما جامعه مسلمانیم، این مردم مسلمانن، این به همین دلیل اصولا مسئله اسلام براشون مهمه. ببین الان آقا میری که یه عده میگن وا اسلام ها فلان، باز اسلامو پرابلم کرده. خب یعنی برای اینکه دیده بشه، برای اینکه شنیده بشه، خب دوباره اسلامو پرابلم کرده. منتها آقای آمیری یه خصلتی داره، یه اسلامی داره که اون اسلامه جهنم نداره، کلا فقط بهش داره، کی دوست نداره؟ یعنی در طبقه متوسطی که دائما یه عده بهش گفتن این کاری کنی میری جهنم، اون کاری کنی میری جهنم، اون کاری کنی میری جهنم، خب آقا میگه بابا یه اسلام داریم اصلا جهنم نداره،
تو فقط بیا توبه کن، نوکرت این بار بهشت. خب بابا باز اینم داره اسلامو پرابلم میکنه. خب برای اون کسانی که از اون اسلام همیشه جهنم برو میترسن یا اذیتن باهاش. ولی من مثلا یه چیز دیگه است میگم، آقا بیاین رو زمین بحث علکی درست نکنید که مسئله وضعیت نیست، که اقتصاد اسلامی داریم اقتصاد اسلامی نداریم. آقا جون بحث اصلی این است که بیا اینو درستش کن، و راه حلت برای اینکه این درست بشه از قرآن آوردی بیار، از حدیث آوردی بیار، از هر جای آوردی وردا بیار، فقط بیا راه حل درست بیار برای ما، چون ما گشنمونه، چون فساده. خب آقا تو میگی اقتصاد اسلامی، خب راه حل تو وردا بیار، اسمش اقتصاد اسلامیه، خب بعد راه حل تو بیار که آقا ما این دولت رو چکارش کنیم که به نفع طبقات برنده عمل نکنه. خب من با شما اینه، من میگم یه خود پاتو بیار رو زمین، همچی که خمینی آورد رو زمین، همچی که شریعتی آورد رو زمین، همه که همه این اکتیویست هایی که شرایط رو تغییر دادن پا رو آوردن رو زمین رو آسمون. ببین تو هم میخوای، ببین تو هم میخوای با آخوندا بحث تئوریک درست کنی، اونا بزنن اینا بزنن. من ببین این برای اون توی چیز توی اون طلبه و حوزه اون پشت اینا خیلی خوبه، خب ولی به عنوان کسی که میخوای بری اثر بذاری و چیزی تغییر کنه، تو دائما باید در مورد همین وضعیت زمینی ما حرف بزنی. خب بذار من مثال بزنم که ببینید که چقدر متوجه شده. شما اصلا فکر کن که من نمیفهمم این بحثا رو. آقا من اصلا به تو میگم من نمیفهمم بحثا. من میگم که مشکلم همینه، مشکلم با شما همینه که نمیفهمید بحثا رو. میخوام بفهمید بحثا. من میگم که تو راستی، من میگم که راستی، من نمیفهمم. بیا الان توضیح بدیم، در مورد وضعیت حرف بزنیم. از اون چیز، از اون اپروچی که داری که میگه مشکل اصلی الهیات و آخوندا هستن، خب بیا اینو حل کنیم همه چی حل میشه. من میگم نه این درست نیست. اگه فارسیشو بخوام بگم، ببین فارسیش اینه، لحظه‌ای که تو میگه همه مسئله آقای مصباحه، خب من اینجوری توضیحش میدم، اینجوری توضیحش میدم، میگم آقا بودجه آقای مصباح چقدره؟ نه من کارو بودجه آقای مصباح بذار تموم شه. آقای زیبا کلام صبح تا شب میگه کل بودجه مملکت رو اینا خوردن، بریم اینو درست کنیم همه چی درست میشه. خب تو عملا همینو گفتی آخوندا درست کنیم قضیهشون همه چی درست میشه. من میگم کل بودجه آقای مصباح و آقای نمیدونم اونا همه رو هم دیگه، خب 1,000,000,000,000 نمیشه، خب که نباید تبعیض آمیز باشه، این همه درست، خب اما 1,000,000,000,000 نمیشه. بانک‌های خصوصی که تو درمونشون هیچ چی نمیگی، سال گذشته 600,000,000,000,000 وام دادن به 200-300 نفر آدم. این 600,000,000,000,000 نمیگی، اون 1,000,000,000,000 میگی، یعنی اونو میکنی پرابلم اصلی. این 600,000,000,000 که مهمترین سیاست نیولیبراله، نه تو حرف میزنی نه زیبا کلام. مثلا انگار که تو این وضعیت بانک‌ها خصوصی که مردم رو له کردن مسئله نیستن، خب بودجه مصباح یزدی مسئله است. آقای چیه؟ من میگم من مطلع. خب ببین بذار من چند تا مثال بزنم. بیا رو زمین حرف بزنم. خب بیا رو زمین حرف بزنیم. بخوای بگی آقا این تئوری های اینا فلان کرد، ولمون کن. الان بیا رو زمین حرف بزنیم. زمینش اینه، آدرس اصلی اینه که سیاستایی که معطوف به سرمایه شده، یک بخشی هم حوزه باش همکاری کرده، یک بخش هم حوزه مقاومت کرده. خب یعنی حوزه علیه بانک ربوی مقاومت کرده. من نمیتونم بگم که آقای همه حوزه در اختیار این سرمایه داری بوده، خب نبوده، علیه بانک ربوی هم واسطاده، یه جایی هم همکاری کرده. خب ولی مسئله اصلی اتفاقا بانک است. ببین این تورمی که داره کمر منو میشکنه، بانک است. من مسئله‌م این نیستش که چرا فلان مؤسسه حوزوی توی قم داره اینقدر میلیارد بودجه میگیره. اگه داره کار انجام میده، خدمت عمومی انجام میده، نوش جونش باید این پولو بگیره و نه بعد توسط بخش خصوصی خورده بشه، باید کمک بخش عمومی هم بگیره. مثلا با هیچ مشکل نداره. بذارید بیام رو زمین. ببینید من دو تا تجربه مهم دارم تو زندگیم دیگه. یکی مهاجرت، خب یکی هم کار کردن تو صدا سیما. من تو تورنتو سال 2002 وقتی که اولین بار رفتم محله ایرانیا، اون یارو که چاقو دستش بود پنیر می‌برید تو مغازه ایرانی، معلوم بود که 4 تا آدم کشته. یعنی قاطبه مهاجرا که تو اون لحظه اونجا بودن سمایه دزدا و پناهنده ها و اینا بودن. الان وقتی که مراسم محرم اونجا برگزار میشه، 3 تا مسجد پر میشه. مراسم محرم که مال مذهب ایرانی مذهبیه پر میشه، پره، یعنی جا نیست. من خودم فکر میکنم که خب چرا اینقدر مهاجرت زیاده؟ وقتی که مهاجرت اینقدر زیاده، یعنی که با
بودجه عمومی یعنی ثروت ملی داره تاراج میشه دیگه، با باد میره دیگه. حالا مهاجرت زیاده چون ما رابطمون با خدا خرابه، چون با خدا مستقیم وصل نیستیم. آقا چی میگی؟ بیا سراغ سیاست ها، بگو اون سیاستی که آدما رو بی آینده کرده چیه که بی آینده شدن، سر این بحث کنیم. متوجه شدم دیگه، من فهمیدم پرمیس سوالتو، من میدونم چی میگی. صبر کن، من میدونم. خب بعد خودم فکر میکنم که خب نمیشه که این اصلا براش مهم نباشه. بعد متوجه میشم که آره به طرز عجیب غریبی این ساختار قدرت اصلا براش مهم نیستش که همینجوری داره ثروت ملی از دست میده. خب صبح تا شب بیاد میگه آقا برای من تولید ملی مهمه فلان، ولی به تاراج رفتن سرمایه که توسط خودش هم هست. بعد اینو داشته باشید، میخوام به این مثال برگردم. شما میگید که آقا در مورد رو زمین صحبت صدا سیما، اگر یک نفر تاریخ شفاهی انتقادی تلویزیون ثبت کرده، من بودم، کتاب آقای سرافراز، کتاب من بود، ولی خب حالا به هر دلیلی به اسم ایشون اومد بیرون، تاریخ یک استعفا، تاریخ شفاهی انتقادی تلویزیون رو من گنجی نشه، من اصلا در آوردم. خب لذا از 0 تا 100 میدونم به لحاظ ساختاری توی تلویزیون مشکل چیه. خب پامم رو زمینه ها، رو آسمون صحبت نمی کنم. من خودم این سوال رو طرح میکنم، به جای اینکه بگم که خب علی عسکری رو برداری مجید حسینی بذاریم اونجا، خب که احتمالاً مجید حسینی میتونه یه تغییراتی بده ولی 70 درصد 80 درصد احتمالاً ساختار همون میمونه، از خودم این سوال رو میپرسم که چرا این کشور با این همه قدمت تاریخی، با این فهم عمیق فرهنگی بزرگانش، شخص خدا آقا، نمیتونه یه تلویزیون درست درمون داشته باشه، یه رسانه درست درمون داشته باشه؟ چرا؟ این سوال از خودم میپرسم. خب سوال رو زمینی منوزا. خب چرا؟ بعد به این چی میرسم که این ساختار قدرت و حاکمانش، اگر ازشون بپرسی که ببین 5 سالی اگر میخوای توی مملکت یک اتفاق بیفته، چی میخوای اتفاق بیفته؟ با هیچ زبان روی زمینی نمیتونن با تو حرف بزنن سید مجید حسینی. خب تو آسمون حرف میزنن و میگن نمیدونم ظهور فلان بشه، تمدن اسلامی درست بکنیم، فلان کنیم، اصلا نمیتونن در مورد، مثلا نمیتونه در مورد نرخ مهاجرت حرف بزنه، در مورد کم شدن تعداد فاحشه‌های تو خیابون صحبت کنه، کمتر شدن نرخ خودارضایی حرف بزنه. من از شما الان رو زمین دارم دیگه. من مطلب که راست خوب شد مثلا این چیزا. خب بعد میبینم که این اصلا نمیتونه در مورد 5 سال آیندهش دست به یک سری انتخاب بزنه، انتخاب رو کاغذ ها، که بگه که آقا من 5 سال دیگه میخوام مهاجرتم بیاد بالا، فساد و فحشا این رقمش 10 تا بیاد پایین، بانکای خصوصی از این فساد، معیار فسادی که خودم تعریف کردم، نه بانک جهانی رو، نه نمیدونم سکولار رو غرب زده، خودم تعریف کردم و نمیدونم آقای مصباح تعریف کرده، خب که قبولش دارم، 2 درجه بیاد پایین. من نگاه میکنم میبینم که این هیچ ایده ای از این که 5 سال دیگه میخواد چیکار کنه نداره اصلا. خب معلومه کشوری که واسه 5 سال آیندهش رو زمین رو کاغذ ایده ای واسه توسعه نداره. توسعه منظورم اینجا توسعه غربی لیبرالیسم بزنمشو، منظورم اینجا چیکار میخوام بکنم. خب معلومه که نمیدونه از رسانه چه استفاده ای میخواد بکنه. من بارها تو اتاق سیاستگذاری تلویزیون نشستم جلوی مدیرا، یعنی میگه ناکارآمده ایزه بزن از مسئله، یا تئوریش خرابه، من به آقای جلوه میگفتم که آقای جلوه مثلا ما میخواستیم در مورد کودک آزاری جنسی برنامه بسازیم، سوال بود که نه آقا این حجب و حیا و به حد، من گفتم آقا این مسئله از وجود داره، بچه ها دارن آسیب میبینن و ما به عنوان رسانه ملی باید در مورد این موضوع صحبت بکنیم. بعد گفتم خب آقا اصلا در مورد شما بگید که سرفصلاتون چی هست، من برنامه سازم دیگه. بعد نگاه میکردم میدم که این تلویزیون اصلا نمیدونه چی میخواد. خب من به عنوان کسی که اتفاقا بچه صفم، تو صف کار کردم، پامم رو زمینه و یه رفتم مثلا یه درس نظری هم خوندم، به این جنبندی رسیدم که این ساختار اصلا نمیتونه در مورد 5 سال آیندهش تصمیم بگیره، اصلا نمیدونه چی میخواد و به خاطر همینه که مهاجرت هی داره میره بالا و اصلا کاری به کارش نداره. تنها چیزی که میفهمه اینه که اینه حفظش کنه، تنها ایدهش حفظه، هیچ ایده. خب ببین. حالا دب کن، رسیدم به جای تلاییش. چرا نمیتونه
ذاتن کاری انجام بده واسه 2 سال آیندهش، چون که ذهنش از اساس نمیتونه به توسعه فکر کنه، چون که ذهنش از اساس اینه که همه رو اینجوری نگه داره، چون که یک تاریخی شاید داره که همه رو اینجوری نگه داشته، فقط وضع موجود رو تیکرده رفته جلو. لحظه ای که در مورد تاریخش داریم صحبت میکنیم، در مورد متافیزیکش داریم صحبت میکنیم، این لحظه دیگه سوال الهیاته. خب و من نمیتونم آقای مجید حسین مشکل صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو با عوض کردن 4 تا نمیدونم رئیس جمهور رو نمیدونم رئیس صدا سیما و رئیس شبکه رو اینا عوض بکنن، مادامی که نتونم توضیح بدم که در 5 سال آینده کشور من توی این شاخص‌های روی زمین قرار به چه نتیجه برسه و برای رسیدن به اون نتیجه نمیتونم به نتیجه برسم، مادامی که نتونم در مورد الهیات حرف بزنم. این الهیاتی که امروز تحت عنوان خدا داره به ما منعکس میشه ضد تکثره. اصلا نمیفهمه که آقا آدم ها میتونن متفاوت فکر کنن و بهره ای از حقیقت ببرن و با همدیگه با همافزایی همدیگه نزدیک بشن به خداوند. خب این چون از اساس تکثر رو نمیفهمه، تکثر اصلا براش مهم نیست. خب مردم میگن که خب ما میخوام اینجوری زندگی کنیم، میگه خب به من چه مهاجرت هم میکنن میرن کانادا و آمریکا. چرا مهاجرت رو اول مثال زدم و آخر رو دوباره بحث آوردم مهاجرت؟ میخواستم بگم که ببین این مهاجرته فقط توضیح اقتصادی و توضیح موزی نداره، قسمتش فرهنگی قسمتش سیاسی. من میگم که اتفاقا باید درباره الهیات صحبت کرد، لحظه ای که بشه نه اینکه دوتا حدیث از حضرت علی در مورد عدل بگیم و بندازیم سر مفتی یک سیاست روی زمین و بگیم که ما چپ مسلمان شدیم، این همون چپ عرفی خیلی هم خوبه، من هیچ مشکلی باش ندارم. من میگم که راه گفتگوی ما با خداوند دوچار مشکل شده. ما میتونیم بگیم که خدایی که آخونده برای ما توضیح میدن خدامون نمیخواد باشه، عقلمون میخواد خدا باشه، من مشکلی با این هم ندارم. بگیم که آقا کوروش قرار خدام، من میگم یه خدا باید داشته باشیم، یه چیزی که بگیم آقا تو بگو سرمایه قدر میگی سرمایه خیلی خود دمشن که قدر میگه آقا سرمایه، لذا الان کرونا اومده آقایون پیرمرد و پیرزن شما قراره بمیری بالاخره، به نه سرمایه میکنی خواست داره بری خدا شما، اتفاقا داره تو مسیر الهیاتش قدم میزنه اینقدر. من میگم که ما دوچار اعوجاج الهیاتی هستیم، مادامی که مسئلهمون با خدامون حل کنیم و نفهمیم که این خدای چیه، نمیتونیم در مورد تعویض حرف بزنیم، نمیتونیم در مورد رانت حرف بزنیم، آخرش در بهترین حالت یه نئواصولگرایی رو باستولید میکنیم. نظر شخصی خب حالا ببین، من با عرض شرمندگی و ادب به نظرم کاملا شما ماجرا رو نفهمیدی و اون اینه که اتفاقا اینا خوب میدونن که میخوان چیکار کنن. از 1370 که آقای رفسنجانی کارشو شروع کرد یه حرفی زد، مثلا در مورد غیر انتفاعی من این حرفاشو دقیق تو نماز جمعه شنیدم که آقا اون که پول داره که میره بچهش معلم خصوصی میگیره، پس چرا نذاریم مدرسه غیر انتفاعی بزنه کارو پیش ببره؟ خب اتفاقا ببین تو الان فکر میکنیم، فرض کن حالا اون زمان شما آقای فروقی که اونجا نشسته، آقای مثلا فرض کن میرباقر، اینا نمیدونن دارن چیکار میکنن یا نمیدونن؟ اتفاقا نگاه کن، من میخوام به تو بگم گوش کن، اتفاقا وضعیت رو میدونن خب و میخوان تغییر نکنه. افرشون اینه، خب شما یه حرفی دارید، گوش کن. اتفاقا اینا فهمیدن که ما در وضعیتی هستیم که طبقه سرمایه و طبقه برنده، حتی نه طبقه سرمایه، اینو شما الان فرض کن چه میدونم بابا دیپلمات نمیدونم فلان جز آدمایی هستی که وصلی، خب میدونی که به هر صورت میبری. خب وقتی میدونی به هر صورت میبری، حالا الان نبردی ولی میبری چون توی بازی هستی، خب وقتی چرا بخوای شرایط عوض کنی یا افق جدیدی باز کنی؟ اتفاقا میخوای افق جدیدی باز نشه، میخوای اتفاق جدیدی نیفته. خب و برای اینکه افق جدیدی باز نشه، شرایط مادی باز شدن افق جدید رو فراهم نمی کنی. خب تو فکر میکنی فرمون از اون وره، یعنی اول ما باید در مورد الهیات حرف بزنیم، اون الهیاته بیاد این شرایط مادیه رو عوض کنه؟ نه عزیز من،
یک متریالی یک شرط مادی وجود داره، یک وضعیت واقعی وجود داره که این وضعیت واقعی به نفع این کسانی هست که الان سیما دارن فرض کنه اداره میکنن یا وزارت نفت اداره میکنن. اتفاقا تمام هدفشونه که این وضعیت عوض نشه، پس منطق مادی فراهم نمیکنن که عوض بشه که بعد بری توش حرف الهیاتی بزنی. یعنی یکون اون حرف الهیاتی تو یک بستر مادیش امکان زدن داره. یعنی اگر که آقای رفسنجانی واردات نمیکرد، سیاست لیبرال اجرا نمیکرد، اصلا عبدالکریم سروشی معنا نداشت. لحظه ای معنادار شد که اون اتفاقات افتاد. خب ببین، من فکر میکنم اتفاقا از 70 دولت آقای هاشمی به بعد سلسله سیاستی که به نفع برنده ها داره اجرا میشه کاملا مشخصه. میخواد یک کره جنوبی اسلامی، یک چین اسلامی، یک چیز اینجوری درست کنه. اتفاقا تکلیفش معلومه که توش یک عده این بالا هستن، خب ریش دارن، مرسه غیر انتفاعی میرن، زندگی خوب میکنن، خیلی به قول کلمه توسعه که تو استفاده میکنی خیلی توسعه یافتن، خیلی متخصصن، درس خوب خوندن، تقسیم کار خوبی بینشون انجام شده، جناح بندی دارن. اینو میخواد شکل بده. شکلش یه شکلی میگه چین اسلامی، یک شکلی میگه کره جنوبی. اینو میخواد پیش ببره، اتفاقا خوب میفهمه و برای این اتفاقا شرایط موجود نباید عوض شه. خب اما اون آلترناتیوش چیه؟ میگه آقا اگر قرار چیزی در آینده ساخته بشه، اون رویایی که دارید میسازید، نه چین اسلامیه که اون بالا رو ببندیم این پایین رو ول کنیم، نه ژاپن اسلامی که اون بالا رو ول کنیم این پایینم ول کنیم، نه هیچ کدوم از اینا نیست. اون لحظه ایه که بلوچستانه، کرده، دروازه قاریه، اون 2.5 میلیون بچه که درس نمیخونن، اونایی که زن سرپرست خانوارن، اینایی که تو دیشموگ میسوزن، اینا همه تو بازی هستن. خب این یک آلترناتیویه. من اومدم وقت به شما گفتم که ولشون کن، اینا سنی هن. خب اینا که اونا که به محمد نقطه نیستیم. ببین بحثو منحرف نکن. همینه. نه نه آخه ببین، شما با اهل سنت، شما با اهل سنت، من خیلی بیشتر از تو، من تو منطقه اهل سنت زندگی کردم. خب من خیلی بیشتر از تو با اونا تاچم. اتفاقا اهل سنته چون تو منطقه سرمایه نیست حذفه. آره ولی همون ولی... مقدار همون مقدار مدرسه ای که تو بلوچستان وجود نداره توی اند شیعه شیعه چهار موتوره تو کرمانشاه وجود نداره. خب ولی من میگم که من با حرفت مخالفم که تو میگی اینا نمیفهمن. اینا خوب میفهمن. خوبشون ژاپن اسلامیه، کره جنوبی اسلامیه. این حرفی که آقای رفسنجانی زده، خب و عده زیادی از مردم این مملکت هم باورش کردن و دوستش دارن، ولی هیچ کس نیست بهشون بگه عزیز من ما دبی بشیم، ما کره بشیم، تو توی اون برده هاش نیستی، تو جز کارگر فیلیپینی هاشی، تو جز این باخته هاشی، تو جز بدبخت هاشی. کشور کره میشه ولی تو توی برنده هاش نیستی، تو کارگر فصلی هاشی. این مسئله. خب دیگه ببینید شما میگید که به من زیاد حالا نگاه کن، بذار اینجا یه نقطه بهت وارد کنم. اتفاقا یه جمعیت بزرگی از کشور که همون جوانایی هم که تو میگی اینو درک کردن. خب یعنی فهمیدن تو این بازی سهمی ندارن و این رویاهایی که براشون ساخته شده دروغه. رویاها هم کاملا فربهه به لحاظ فردی. تو قرار موفق بشی، تو قرار کنکور ببری، تو قرار خونه داشته باشی، تو قرار مازراتی داشته باشی، تو قرار موفق بشی، فقط کنکور بخون به مؤسسه پول بده، فقط به خودت معتقد باش، فقط راز جهان رو درک کن، از این حرفا. خب یه نسلی درگیر رویاهای شخصی شده، خب و حالا فهمیده که آقا اینا دروغ بود، اینا کاسبی یه عده دیگه بود این رویاهایی که ما فروختن. خب حالا تتلو رو میسازه. تتلو نماد نابود شدن این رویاهای فردیه که این سیستم این سرمایه‌داری برای این پایینی‌ها ساخت، برای بچه‌ها ساخت. هی بهش گفت تو درس بخون حتما به یه جایی میرسی. خب این بدبخت تیکه تیکه شد پشت کنکور، له شد پشت کنکور، توی کار له شد، تو اجاره خونه له شد، زن نمیتونه بگی، همه این رویاهای فردی که براش ساخته شده نابود شد. حالا یه تتلویی رو دوست داره که میزنه زیر همه اون رویاها به علاوه رویاهای جمعی. خب یعنی ببین
دیروز دیدم این آقای دلاوری میگه ببین این تتلو نماد لذت‌های فردی ماست دیگه، ما میگم عامه پسندیم، هممون یه ذره جواد چی میگن جواد یساری دوست داریم، هممون یه ژن چیز داریم، یه ژن چجوری بگم یه ژن لذت طلب طرفدار مسائل جنسی ما هم داریم. خب پس این تتلو نمودمونه عزیز من، اگه تتلو نمودمونه این اینستاگرام که پر از چیزاست، پر از هزار تا چیز زرد و جنسی و چیزاست، خب چرا اونا رکورد نمیزنن؟ چرا تتلوی رکورد میزنه که با مادرش دعوا میکنه، که با نهاد خانواده درگیره، چون اون نهاد خانواده هم از زاویه رویای فردی پدرشو در آورده، اون مدرسه هم پدرشو در آورده، اون سیستم دانشگاه هم پدرشو، هر جایی این بدبخت رفته تو سرش خورده، حالا نیهیلیست شده، پوچ شده، همه چی رو میزنه، بابش میگه که پدر سوخته تو چرا پوچ شدی، چرا طرف، آقا این نیهیلیسم اعتراضیه، این تتلو داره به همه تون میگه آقا جون من نیهیلیست شدم، همه این معناهایی که شما برام ساختی من متنفرم ازش، چون هم دروغه هم مال من نیست. خب ببین چقدر تتلو ناپالوده است، سخنش ناپالوده است، بدنش ناپالوده است، راه رفتنش ناپالوده است، پرفورمنسش ناپالوده است، اصلا شعراش ولش کن. خب تتلو صدای بی صدایی این نسلیه که آقا میگن ما اصلا صدا به شما نمیخوایم داشته باشیم، چون همه چیزایی که شما به ما آفرید، رویاهایی که به ما آفریدید دروغ بود، مال ما نبود، مال خودتون بود، مال اون برنده ها بود، مال ما بازنده ها نبود، ما حالا میخوایم بزنیم زیر همه چی، زیر هنجارهای جنسیتون، زیر هنجارهای فکریتون، زیر هنجارهای مذهبیتون، زیر، چرا؟ چون ما با همین نهادها، با همین مدرسه، با همین خانواده، با همین دانشگاه، با همین زدیم پدر این نسل رو در آورد. خب هی براش رویاهای فردی و سرمایه و پول و آینده و موفقیت ساختیم، کوفتم بهش ندادیم. خب من میگم تتلو اون بخشی که داره این معناهای فردی رو میزنه، این نهیلیزم اعتراضی تلخی که داره، که نشه راش اصلا زندگیشه این نهیلیزم اعتراضی، خب این درسته، اما خطر تتلوتون یعنی دمش گرم که داره این صدای نهیلیستی اعتراض میرسونه، این نیچه است. خب اما اشکال تتلو این است که داره حالا آرمانای جمعی رو میزنه، یعنی به طرف میگه که اعتراض به این معنا نکن که آقا این چیزا بد بود، میگه آقا تو کلا بزن زیر معنای عمومی هم بزن، زیر اون چیزی که برای همسرنوشتی هم بزن، زیر عدالت هم بزن، همه اینا چرت و پرته. ببین تتلو به این نقطه رسیده، خب ولی من بهش انتقادی ندارم که به این نقطه رسیده که زیر هنجارهای جمعی هم داره میزنه. خب ولی این بلایی که سر تتلو آورده شده، بلایی که سرمایه‌داری، بلایی که این رویای شخصی، این روانشناسی موفقیت، این مدرسه کنکور محور، این دانشگاه پولی، این سهمیه‌های کنکور، این پزشکای پولی، این آرزوها، اینا سر این تتلو آوردن. و تتلو با نیهیلیست بازیش، با ناپالودگیش، ببین این ناپالودگیش، این که فحش میده دائما، این که بدنشو اینجوری میکنه، این که رابطه با مادرشو اینجوری میکنه، این کاری که تتلو داره میکنه درسته که غریزیه، خب من اصلا اینو آگاهانه نمیدونم، نمیگم این یک اوسیانگره، ولی این یک هیپیه. خب هیپیا که بیتلز نبود، روشنفکر نبودن که، خب روشنفکرای عصرشون که نبودن که، نماد یه چی بودن؟ یک وضعیت بودن. خب این آدم نماد یک وضعیته، از یه طرف باید بهش دمش گرم که داره این رویاهای فردی رو پوک میکنه، پوچیشو نشون میده، نشون میده که آقا تهش هیچی نیست، مردم نجنگین برای این چیزا، برای که خونه به دست بیاری عمرتو نجنگ، اینو داره نشون میده. ولی اشکال تتلو که آقای تتلو کوتاه بیا، اون چیزی که تو رو به اینجا رسونده رو چی؟ به نفعش کار نکن، نفعش اینه که با آدما بگی برای عدالت نجنگ، تو همسرنوشتی هم برات مهم نباشه، این که خونه بغلی داره از گشنگی هم میمیره به جهنم، اشکال تتلو اینه. خب که داره معنای جمعی رو میزنه، خب ولی چه توقعی ازش داری؟ مگه روشن فکره؟ مگه درس خونده؟ مگه بیچاره تقصیری نداره؟ و من معتقدم این تتلو نماد بچه های این طبقه متوسط پایینه، این است که لایو مسی رو میزنه، اینا اومدن با لایوش اعتراض کنن، منتها این اعتراض خیلی نهیلیستیکه، خیلی پوچه. ولی جالبه آقای میلاد، پوچی هم میتونه اعتراضی باشه، زیر همه چی زدن هم میتونه اعتراضی باشه، ضد هنجاره بد، یعنی هنجارهای مقدس جامعه رو شکستن که ارزشمندم، میتونه اعتراضی باشه. خب و من از این جهت میگم که
آقایون چیز که میشینید میگید که این نماد لذته، نمیدونم بابا ملت جنسی دوست دارن میرن دنبال، از این حرفا میزنیم. خب یه لحظه این نمادها رو درک کنید، یه لحظه اینو این آیکونا رو ببینید. این جامعه داره به شما پیام میده، جامعه این دهه 80 ها، جامعه این دهه 70 ها، حتی دهه 60 هایی که تو این محیط دارن اعتراض میکنن. ببین طرفدار تتلو جرئت نمیکنه بگه، خجالت میکشه چون تتلو ناپالوده است، خب ناتمیزه، خب میترسه. خب ولی جالبش این است که اینا ای آیکونیکو نمیگیرن، یعنی دوباره فکر میکنن که آره باید بریم از استعدادا دفاع کنیم، این یه استعدادی بوده زدیم تو سرش خراب شد. نه عزیز من، تو لازم نیست از استعدادا دفاع بکنی. ببینید دو تا بحث الان تر شد، یه 20 ثانیه شما صحبت میکنید، من 20 ثانیه برم آب بریزم بخورم چون میترسم حالم بد بشه. 20 ثانیه صحبت کنید ایران مخاطب شما آب بخور. البته وقتی هم نداریم چیز. ببینید من میخواستم در توی جنبندی اینو بگم که شعر تتلو، رفتار تتلو، کار تتلو یک وجه چیز داره، یک وجه نیهیلیستیک داره، پوچی. خب که این پوچی میتونه همه چیزهایی که ما اطرافمون داریم نابود کنه. خب من اومدم اما همین پوچی که تتلو داره چیزش میکنه، لحظه‌ای که اعتراضیه ما درکش کنیم. خب ببینید دکتر، ببینید شما چند تناقض تو بحثتون وجود داره. شما میگید که ببین بیایم رو زمین رو آسمون حرف نزنیم، بعد میگی که اتفاقا اون هاشمی رفسنجانیه، اون علی فروغیه، اون کیه، اون میدونه داره چی کار میکنه. خب و به قول شما پارادایم میشم ژاپن اسلامیه. خب حالا این واژه رو استفاده بکنیم. ما وقتی که قبلا نگفتن آقای رفسنجانی خوش گفت، خدا خیرتون بده، پس اون یه الهیاتی داره مبتنی بر اون الهیات داره کاری انجام میده. و من اگر مخالف اکت سیاست گذاری اقتصادی او هستم، نمیتونم سطح دعوامو با او تقلیل بدم به یک دعوای اقتصادی، بلکه من با الهیات او مشکل دارم که ژاپن اسلامیه و من میخوام یه کانتر الهیات بسازم. خب به خاطر همین دعوا از اساس الهیاتیه. ببینید شما از کلمه فانتزی استفاده کرد، از رویا استفاده کرد، از باور مردم باور میکنن. نمیگم الهیاتی نیست، من میگم بیارش رو زمین، مخاطب بفهمه چی میگیم. نه مخاطب میفهمه من دارم چی میگم، اون مخاطبی که همراهی داره میکنه میفهمه من دارم چی میگم. ولی خب اینو هم دقت بکنیم که صحبت کردن در مورد الهیات و کانتر ایدئولوژی و خدا و نقد حوزه خیلی هزینش بیشتره تا اینی که صبح تا شب روی اینستاگرام هم بگم که دولت نیو لیبرال، اون که کاری نداره که. الان بحث سر هزینه است، سر هزینه است. بله سر صحته. شما تو لحظه که صدا سیما بودی از این حرفا نمیزدی دیگه برادر. خب ولش کن اصلا، این کی هزینه میده کی هزینه نمیده این حرفا رو ولش کن. حالا من نمیخوام تاریخ صدا سیما باز کنم، ولی آخرش هم ما رفتیم اونجا هزینه دیدیم. حالا ولش کن بس، این لحظات رو به روی خودمون نمیاریم، ولش کن. بیا پیشینیم ببینیم قضیه دعوامون سر اینه کلی هر دلوه این تطلوه چرا اینجوری شده. باب سب کن مجید، خیلی حرف زدی من سکوت کردم، طولانی هم سخنرانی کردم، من زیاد ندارم واقعا، جایی میکشم بالا که دیگه بیشتر از این نیست. حالا که کیس استادی تتلو شد، اولا که این بحث اومد پس جا بندازم که دعوا اتفاقا الهیاتی اون یه مخالف نیستم. حالا بحث تتلو شد، شما میگید که این نتیجه یک نوع نیهیلیسم اعتراضی و خود من در این حال که شما موافقه مینید یک زاویه یکی داره به بحث نگاه میکنه، من اتفاقا اعتقاد دارم که این هم ذیل این الهیات معنی داره. خب هم ذیل فقدان لیبرالیسم ما معنی داره، خب هم ذیل همین الهیاتی که امروز داریم نقد میکنیم. ببینید هنوز که هنوز بعد از 40 سال ما نتونستیم مشکل خودمون با یه موسیقی با یک ساز تو تلویزیون حل کنیم، خاک تو سر اون الهیاتی که نمیتونه بعد از 40 سال مشکلشو با ساز حل کنه. من نمیفهمم، بعد میخوای تتلو پسماند این سیستم نباشه؟ معلومه که تتلو پسماند این سیستم میشه. من به عنوان یادم میاد که مسئله نیولیبرالیسم نیست. نه میرسیم به اونجا. بعد من گفتم که مخالف نیستم، یعنی از یک زاویه داری به قصه نگاه میکنی، ولی وقتی که تو هنوز نتونستی با موسیقی مسئله تو حل کنی،
حاضر نه این که این حلال است یا حرام است، به قول آوینی به این که من میخوام این موسیقی رو تسخیر کنم. این خیلی بحثی در مورد آوینی کردم چند هفته پیش که مسئلهش تسخیر و تسخیر دوره جدید. خانش حوزوی از مذهب خانشی که ما رو آبژه مدرنیته کرده، آبژه سرمایه‌داری کرده به همه چیزی که شما دارید نقد میکنید. من میگم که ما اگر میخوایم از نیولیبرالیسم با فهم شما فرار کنیم و رهایی پیدا بکنیم، چاره نداریم جز رها شدن از این خانش مسلطی که واسمون تولید شده. ما هنوز نتونستیم با موسیقی مشکل اون رو حل کنیم. خود این یه کتگوری بزرگ درست میکنه واسه آسیب شناسی یه کسی مثل تطلیم. بعدش هم تو همین نظم لیبرال، ببین من تو نظم لیبرال درس خوندم. اگه من بگی که اولین چیزی که با مفهوم آیا مجلسی ما انجمن ایرانیان Iranian Student Association of Carleton University، انجمن دانشجویان ایرانی دانشگاه کارلتون بودیم، اینا هر سال یه مهمونی تو چیز برگزار میکردن، توی رسم بود، یه مهمونی واسه ایرانی ها برگزار میکردن. حالا من که خب شرکت نکردم تو برگزارش اینا، ولی در جریان بودم. اینا بولا مشکلی هم ندارم، این بالاخره تاریخ زندگی منم از یک مسیر رفته شده حرف میزنم. بالاخره وقتی آقا میره با احلام لایو میذاره، تو هم میتونی اون پارتی رو بری، مشکل نداره. نه من که حالا یه چیز دیگه است میخوام بگم که یه مهمونی ساده توی بار دانشگاه هزار تا رگولیشن داره، هزار تا قاعده داره، اینو باید رعایت کنی، اینو رعایت کنی، فرم چیز بود. شما فکر میکنید اگر نظام موسیقی ما و موسیقیای ما درست رگولیت شده بود و تتلو حذف میشد تو سیستم، این اتفاق میفتاد؟ تتلو پسماند این سیستمه. پسمان یعنی چی؟ یعنی که توی سیستم جذب داری دیگه. من الان بدنم یه سری چیزا رو جذب میکنه، یه سری چیزا رو نمیتونه جذب بکنه. الان ویروس اومده توش، این ویروس مختل کرده شرایط رو. هر چقدر یک تمدن قوی‌تر عمل کنه، نظام هضمش قوی‌تره، خب، و نظام دفعش رو به حداقل میرسونه دیگه. کاری که سرمایه‌داری لیبرال اتفاقا توش خارق‌العاده عمل میکنه و الگویی متدش ها، تکنیکش ها، نه اصل اقتصادش، نه سرمایه، نه اصالت پیدا نسرین، اون تکنیک هایی که اجرا میکنه الگوی واسه همه عالم به عنوان یک جریان حکمی که ازش یاد بگیریم که چه شکلی میتونه من ایرانی و اون هندی و اون پاکستانی و اون افغانی رو بیاره زیر یک دولت لیبرال کانادا که توی ماجرای هواپیما یک جوری بشه زعامت دولت مرکزی من رو انگاری برعهده گرفته که من به عنوان یک ایرانی که کانادا زندگی کردم، مجید جان به قرآن مجید تحقیر می‌شدم وقتی که ترودو میومد تو تلویزیون. یعنی احساس می‌کردم که انگاری هژمون اون از حاکمان من الان قوی‌تره سر این موضوع. چرا باید این اتفاق بیفته؟ خب چرا؟ چون که این نظام تمدنی با همه کثافت‌کاری تو کرده پیدا کرده فنون و تکنیکال جاز. ما و همون رو موسیقی که به هیچ جنبندی فقهی که هنوز نرسیدیم، که نظام رگولیشن درست درمونه موسیقی هم که بلد نیستیم که درست بکنیم. لذا یه جریان هچل هفتیه و در این ضرب بکن مسئله جنسیت رو که هنوز که هنوز معلوم نیست قصه‌اش چیه. هیچ تمدنی سازنده و پروداکتیو باقی نمونه مادامی که درباره مسئله پلژر، درباره لذت به یک الگو برسه و به طور خاص درباره لذت جنسی به یک مدل مشروع و فراگیر برسه و جامعه بتونه دسترسی داشته باشه. خانش مسلط ما از مذهب نمیتونه در مورد سکشوالیتی ما رو اقناع کنه. هممون چه ازدواج کرده، چه ازدواج نکرده، چه فقیر، چه پولدار، یک جامعه به شدت سکشوالایز، مریض و سکس زده درست تولید کردیم. میگی مسئولش کجاست؟ آره نیولیبرالیسم مسئوله، اون پول دارم مسئوله، ولی با همون نیولیبرال بالای قدرت هم که خوبت کنی که هر روز داره پولای مردم رو تو شیشه میکنه، میبینی که این به لحاظ جنسی ناراحته. میگی تو چرا؟ تو که به همه دختره میتونی اساسی داشته باشی با پول، اونم مریضه. کی باید این مشکل رو حل میکرده؟ الهیات باید مشکل رو حل میکرده. کانتر ایدئولوژی ژاپن اسلامی باید مشکل رو حل میکرده. چطور ژاپن و اون ژاپن اسلامی به نظر میسته که ایده حل شده داره دیگه؟ خب چرا حل نکرده؟ خب شما وقتی که با موسیقی نتونستی مسئله حل کنی، وقتی که نمیتونی یک نظام فرهنگی سالم مبتنی بر رقابت در حوزه موسیقی و فرهنگ داشته باشی که خوبم رگولیت شده، خوبم قانونمنده، وقتی که در مورد امر جنسی نمیتونی به یک جنبندی مشروع و
غیر مشروع هنجار و غیر هنجار با توجه به اقتضاعات روز و اون چیزی که خداوند خواسته برسی، پسماندش معلومه که میشه تتلو. 24 ثانیه دیگه بیشتر از زمان ما نموده به نظر من. بذار دو جمله بگم که یکی من مخالف کنم که به تتلو پسماند سیستمه. اتفاقا من راندخور پسماند سیستمم. تتلو صدای وجدان ماست که نمیشنویمش. خب ما این صدای درونی است که داره به ما نهیب میزنه که بابا همه چی تو میزنم، ولی ما هنوز به در قالب پسماند میفهمیم.